یو سلام سلاطین. شاید باورتون نشه ساعت 3:15 شبه، نمیدونم چه فازی منو گرفت بیام براتون پادکست ضبط کنم مثل این کسخلا. واقعا ساعت 3:15 شب، آخه تو چی باعث شد که تو بیای این پادکست رو ضبط کنی؟ من نمیدونم، واقعا خودم پشمام ریخته دیگه. کون لق لایک و سابسکرایب و از اینجور داستان خواستین پلنشو بریزین. میخوام در مورد ترک ماریجوانا انگیزشی صحبت کنم. اگه انگیزشی رو در نیارم، اصلا تو این فیریکا هم نیستم که من سخنران انگیزشی هم، نه من هیچ پخی نیستم، من هیچ پخی نیستم، فقط من درس عبرتم، میدونی. حتی الگو هم نیستم، خیلی فرق زیادیه بین الگو و درس عبرت. من درس عبرتم، چه جالب، یا نه شایدم الگو باشم، نمیدونم، امیدوارم یه روزی الگو باشم، ولی الان خودمو درس عبرت میدونم. و اینکه همیشه با خودم میگم هیچ پخی نیستم، چون بگایی دقیقا از اونجایی شروع میشه که تو فکر کنی یه گویی هستی برای خودت. یعنی میگن درخت هرچه پربارتر افتاده تر، چون تو اینو هرچی پیش میری بیشتر میفهمی که نمیفهمی. من خیلی روی این مسئله فوکوس دارم، خیلی به این مسئله باور دارم که اگه لحظه‌ای فهمیدم که یه چیزی فهمیدم، یعنی مسیرم اشتباهه. من اینو از این دنیای لعنتی فهمیدم. بازم میگم فهمیدم، میبینی چقدر من نفهمم که فکر میکنم فهمیدم. خیلی جالبه داستان اصلا عجیبه. یعنی رفقا داستان یک داستان عجیبیه. Cheers guys. خب انگیزشی، من بخوام براتون انگیزشی صحبت کنم یعنی چی آخه؟ نگاه کن، اول از این که آخه چرا میخوای گلو ترک کنی؟ با خودت فکر کردی رفیق که من چرا میخوام گلو ترک کنم؟ من اگه بخوام گلو ترک کنم نمیتونم فقط گلو ترک کنم، این یک کار کسشر محضه. من اگه بخوام گلو ترک کنم در اصل یعنی باید رفیقامو ترک کنم، اون خنده های کذایی کس و شعری که بدون هیچ مفهومی بود و ترک کنم. باید خیلی چیزا رو ترک کنم، فقط اون چیز سبزی که میریختم لای پیپر یا اون چیز سبزی که میریختم روی چیلیم قرار نیست ترک بشه، قرار خیلی چیزا باش ترک شه. ترک گل معنیش ترک گل نیست، معنیش ترک موقعیت هایی که قرار تو رو به سمت گل ببره. یعنی ترک رفقا، ترک جایی که ممکنه هوس کنی توش بزنی، ترک پارکی که همیشه میزدی. آخه تو چرا میخوای گل ترک کنی؟ احمق، مگه فکر کردی آسون گل ترک کردن؟ تو وقتی شاد بودی اونو میزدی دوبله شاد میشدی، وقتی ناراحت بودی اونو میزدی شاد میشدی، وقتی اعصابت خورد بود اونو میزدی، وقتی برای سوالات راه حلی نداشتی اونو میزدی. کسخلی گل رو ترک کنی؟ آخه تو اگه بخوای گل رو ترک کنی باید خیلی چرایی قوی داشته باشی رفیق، الکی نیست گل رو میخوام ترک کنم. بابا تو پیش خودت فکر کردی مثلا گل رو میخوام ترک کنم یعنی گل رو میخوام ترک کنم؟ نه، بگو میخوام زندگیمو عوض کنم رفیق. گل ترک کردنش یک چرایی خیلی خفنی میخواد. گل ترک کردنش الکی نیست. گلو میخوام ترک کنم. برو ترک کن ببینم میتونی. آره میتونی، ولی خب باید خیلی چرایی قوی داشته باشی. باید اگه یکی بهت گفت چرا میخوای گلو ترک کنی بتونی تا فردا باش صحبت کنی، بگی گلو میخوام ترک کنم چون احساساتم نمیخوام بنده یک جنسی باشه که از خارج میاد. احساساتم دوست دارم از درون فوران کنه. گلو میخوام ترک کنم چون از این انزوا دیگه حالم به هم خورده، از این که با 5-6 نفر فقط رفیقم، نمیتونم با یکی دیگه کانکت بزنم. یکی رو میبینم وقتی نمیزنه نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم. 5 سال 6 ساله دارم میزنم. این 5-6 سال همیشه با یه سری آدمای ثابت دارم راه میرم. گلو میخوام ترک کنم چون کلم تخمیه. گلو میخوام ترک کنم چون حالم بده. گلو میخوام ترک کنم چون برای سوالام دنبال جوابم، نه دنبال پاک کن برای سوالا. چون نمیخوام سوالای زندگیم، سوالای ذهنیمو پاک کنم. میخوام از این به بعد دنبال جواب باشم. با تو چرا آخه میخوای گلو ترک کنی؟ احمقی که میخوای گلو ترک کنی. ترک گل داستان داره رفیق. ترک گل یعنی ترک زندگی که توش تو معتاد بودی. ترک گل یعنی دیگه کلن میخوای عوض چی. من خودم خیلی راضیم از ترک گل، ولی واقعا رفیق بعضی جا دوست دارم که با رفیقای قبلیم بچرخم. بعضی جا دوست دارم که میدونی چی میگم. تنها چیزی که باعث میشه من نرم بزنم اینه که هر چی حساب میکنم میبینم الان موفق ترم. هر چی حساب میکنم میبینم کسخلی محض من دوباره برم بزنم. هر چی من حساب میکنم میبینم اصلا این کفه ترازوی نزدن 100 برابر سنگین تر از زدنه. فقط حیف که خاطرات گذشته دوباره میاد. یعنی من انقدی ضعیفم، انقدی بدبختم که وقتی میبینم رفیقم داره به کس و شعرترین مسئله ممکن میخنده دوست دارم برم بزنم. آخه احمق، آخه نفهم، آخه اسکل، تو این همه جلویی از رفیق تو همین 5-6 ماهی که نزدی باز داری تحریک میشی. تو چقدر خری دکتر سنا، تو خیلی خری. تو هر روز داری به خودت میگی خدایا شکر که نمیزنم، خدایا شکر که نمیزنم، خدایا ممنون که نجاتم دادی، خدایا من چه آدم خوبی بودم که تو انقدر هوای منو داشتی، خدایا من چه کاری در درگاه تو کردم، دنیا کائنات من چه کار خوبی کردم که تو دست منو گرفتی از اون گلی که من شدیداً دوستش داشتم ولی ازش متنفر بودم نجات دادی. همه اینا رو هر روز دارم میگم، ولی وقتی میبینم رفیقم داره به درز دیوار میخنده، وقتی میبینم رفیقم چشاش قرمزه بازم تحریک میشم. من چقدر ضعیف و بدبختم اگه یه چیزی درون من همیشه حواسش به من نباشه. رفیق ترک گل خیلی چرایی قوی میخواد چون سخته. چون تو وارد جمعایی میشی که میبینی دارن میزنن، تو دلت میخواد، گوه میخوره هر کی میگه دلش نمیخواد. تو دلت میخواد. به خدا باید چراییت خیلی قوی باشه. تو رو خدا الکی نگو گلو میخوام ترک کنم چون ازش خستم. به تخم چپم که ازش خسته ای. بابا فقط خستگی لازم نیست، تو باید از زندگیت خسته باشی نه از گل زدنت. تو باید از اینکه با رفیقات میری بیرون چت میکنی و وقت تو به بتالت میگذرونی خسته باشی نه از اون گل زدن. تو باید از اینکه مامانتو میبینی و نمیتونی قربون صدقش بری خسته باشی نه از گل زدن. تو باید از این که با خانوادت داری میری بیرون و هر دم فکرت توی اینه که چرا کلم خالیه خسته باشی نه از گل زدن. بابا گل زدن خیلی چیز کسشریه، تو از گل زدن نباید خسته باشی، اونجوری میری میزنی. تو باید از خیلی چیزا خسته باشی. تو باید از این خسته باشی که نمیتونی با پارتنرت 2 دقیقه صحبت کنی نه از گل زدن. تو باید از این خسته باشی که صبح از خواب بیدار میشی به فکر گل زدنی نه از گل زدن. تو باید از این خسته باشی که پول تو جیبت نمونده نه از گل زدن. تو باید از این خسته باشی که فریک داره تو رو میکشه نه از گل زدن. دکتر سنا اینقدر ضعیف نباش. نمیدونم امشب چه فازیه منو گرفته، یه کمی هم مستم شاید به خاطر همینه، ولی خب مهم نیست. مستیه، مستی و راستی. یعنی وقتی میای به من میگی من میخوام گلو ترک کنم، من خیلی برات خوشحالم خب، چون ترک گل، من همیشه یه تزی دارم، بازم میگم من خرکی باشم که تزی داشته باشم، من اگه اینجا هستم به خاطر خودم نیست، به خاطر یه چیزیه که در درون من حواسش به من هست که من پاشو میبوسم، نمیدونم چیه، یعنی واقعا نمیدونم چیه. کاش یه جسم بود که من میتونستم بپرستمش، من میتونستم جلوم بذارمش بگم بابا تو چطوری اینقدر هوای منو داری. کاش یه چیزی بود، کاش چیز بود، کاش موجود بود نه وجود. واقعا من هیچ گوهی نیستم، هرچی هست اونه که نمیدونم اون چیه، فقط میدونم هست، فقط میدونم من ارزه ترک نداشتم، اون به من کمک کرد و نمیدونم اون چیه. هر جا هستی، درون منی، بیرون منی، خود منی، نمیدونم. ترنس مکنا خیلی خوشگل میگه نصف چیزایی که تو فکر میکنی در واقع تو داری گوش میدی. من دارم بهش گوش میدم، من فکر نمیکنم. من هر موقع فکر کردم به گاه رفتم، من هر موقع فکر کردم خراب کردم. یعنی وقتی فرمون دستونه دیگه همه جا داد جنگله، وقتی فرمون دستونه همه جا بهشته، وقتی فرمون دستونه من آرومم. وقتی فرمون دستونه به درک که میخواد اخبار چی بگه، وقتی فرمون دستونه به درک که قراره همه چی گرون شه، وقتی فرمون دستونه ببخشید اصلا من امشب همینجوری اومدم پادکست بگیرم، نمیدونم اصلا این انگیزشی شد یا نه، ولی رفیق من یه تزی دارم. یادم اومد چی داشتم میگفتم. من یه تزی دارم که بازم میگم من نمیگم، بهتر بگم اون یه تزی داره که به من اینو یاد داده که اونه نمیدونم چیه، که اعتیاد بزرگترین فایده‌ای که برای تو داره اینه که تو میتونی ترک اعتیاد رو تجربه کنی. من نمیدونم، عاشق که نمیشه گفت، ولی من فکر میکنم بدم نیاد اگه پسرم معتاد شه، چون معتادی یه چیزی داره به اسم ترک اعتیاد. بعد ترک میفهمی که موقع مصرف داشتی روی یه سری چیزایی درون خودت سرپوش میذاشتی. بعد ترک یه چیزی درون تو شروع میکنه به فکر، شروع میکنه به صحبت کردن، میگه حالا این کارو بکن، حالا این کارو بکن، حالا این کارو بکن، و سخت رفیق به حرفش گوش بدی. سخت رفیق، اولاش سخته، از یه جایی به بعد شاید آسون شه، ولی الان که من 6 ماه پاکم سخته، چون خیلی یه چیزی درون تو به فکرت میفته بعد از ترک. برای من که اینجوری بود، یه دفعه بهت میگه آفرین حالا باید تغذیت رو درست کنی، آفرین حالا باید لباس خوب بپوشی، آفرین حالا باید فلان چیزو بذاری کنار، آفرین حالا باید با خانوادت مهربون تر باشی، آفرین حالا باید با پارتنرت مهربون تر باشی، آفرین حالا باید پول ذخیره کنی، آفرین حالا باید لباسای خوب بپوشی، آفرین حالا باید یه کار جدید شروع کنی، آفرین حالا باید ورزش کنی. خیلی به فکرت یه چیزی درون تو، و تو وقتی داری درگیر اعتیادی صدای اونو نمیشنوی، همش خفش میکنی. برای همین ترک ماریجوانا در واقع یعنی ترک کل چیزایی که باعث بگاهی تو میشه. و یعنی واقعا من این دودولم تو فکر و مخ اونی که میگه من میخوام هفته یه بار بزنم. با احترام به همه شما که میدونین چقدر دوستتون دارم، که میدونین من از شما 1000 برابر چیزی که بهتون یاد میدم یاد گرفتم، با احترام به شمایی که قلبتون خیلی پاکه، با احترام به شمایی که ارادتون خیلی چاقه، با احترام به شمایی که خیلی لوتی، مشتی، باوقار، با احترام، شاخ، گنگ، سلطان، با احترام به همه شما، ولی دودولم تو فکر اونی که میگه میخوام هفته یه بار بزنم. آخه دیوانه مگه هفته یه بار میشه؟ یا باش حال کن یا بذارش کنار رو با زندگیت حال کن. تو میتونی بذاریش کنار. باور کن یه چیزی درون تو هست رفیق که خیلی به فکر توه، خیلی میتونه بهت کمک کنه، فقط باید پیداش کنی. اون لعنتی نمیدونم چیه، ما توش غرقیم و اون توی ما غرقه. دیوانوار به فکر پیشرفت من و توه، و پیشرفت یعنی شما چه احساسی داری، نه اینکه تو چقدر پول داری در میاری. خیلی ها پول در میارن ولی حالشون خوب نیست. نیست، به مولا که نیست. اگه داری چت میکنی و این چتی بهت حال میده، چت کن. ولی اگه داری چت میکنی این چتی بهت حال نمیده، خیلی اسکلی که ترکش نمی کنی. بذارش کنار بابا. کون لقب رفیقات. من رفیق بازترین آدم دنیام شاید، ولی یه روز دیگه گفتم بابا ولش کن سنا، تو رو خدا ولش کن، ازت خواهش میکنم ولش کن، تنها باش ولی موفق، تنها باش ولی خوشبخت، و وقتی تنها شدم دیدم من تنها نیستم. دیدم یکی داره همش با من صحبت میکنه. دیدم اصلا تنهایی یک توهمه، اصلا تنهایی معنی نداره، اصلا بابا تو رفیقاتو بذار کنار. یه رفیقی وارد زندگیت میشه دکتر سنا که پشمای تو رو میریزونه، که تو پیش خودت میگی وای تو الان کجا بودی رفیق؟ تو پیش خودت میگی وای تو کی که اینقدر حواست به منه؟ تو کی که داری اینقدر به من حال میدی؟ تو بگاهی ترین لحظه های ترک یه چیزی به میگفت تحمل کن، من هوا تو دارم. تو بدترین لحظات بعد ترکم و همین الانم فکر نکنی زندگی من رواله، نه، یه سری چالش ها هست که به نظر من مشکل کلمه اشتباهیه. یعنی تو اگه بتونی به مشکل، اصلا لغت مشکل رو از توی دیکشنریت پاک کنی و جاش کلمه چالش رو بذاری، نصف مشکلاتت حله و شاید همه مشکلاتت. یه سری چالش ها تو زندگی من همین الانم هست، ولی تفاوت داره با موقع کشیدن. موقع کشان من برای فرار از این مشکلات میکشیدم، ولی الان نه، الان دستام بازه، میگم من مطمئنم این مشکلات برای رشد منه، چون یکی همیشه درون من میگه من حواسم بهت هست سنا. یکی همیشه حواسش به من هست. خیلی جالبه، دوست دارم ببینم کیه، دوست دارم ببینم چیه، دوست دارم. شاید همین ابهامی که دارم باعث میشه انقدر مسئله زیباتر باشه برام. نمیدونم، واقعا نمیدونم من آخه خره کی باشم بیام به تو انگیزه بدم. تو خودت خدا رو داری درونه، تو خودت کوه انگیزه ای رفیق، فقط کافیه فرمون رو بدی دستش. بازم میگم اگه دوست داری ترک کنی و فرمون رو بدی دست اون، خیلی کار شاخی کردی. دادن فرمون دست اون کار هر کسی نیست، کار سختیه. اون جوش پیشرفت تو رو میزنه، اون کنار نمیاد با این مسئله که تو با رفیقات راه بری، با اون رفیقای قبلیت، با اون رفیقای کس و شعرت راه بری و نزنی. اون اصلا با این مسائل راه نمیاد، میگه یا بومی یا کسشر. تو گل نزنی ولی با رفیقای قبلیت را بری، خب برو گلت هم بزن دیگه اسکل، برو گلت هم بزن دیگه، والا به مولا. یعنی چی؟ ترک گل یعنی ترک زندگی سابق. ترک گل یعنی ترک همه چیزایی که یه زمان داشتی با اونا زندگی میکردی. خیلی حرفه، کار سختیه رفیق. بعضی موقع نمیدونم باور داری یا نه، بذار بگم این جمله رو، اصلا نمیدونم تا اینجای پادکست گوش میدی یا نمیدی، ولی بذار بگم این جمله رو. من نه نماز میخونم، نه روزه میگیرم، نه چی، ولی به یه سری آدم ها اعتقاد دارم. به نظر من آدم های بزرگی هن. چرا؟ چون اسمشون توی تاریخ موندگاره، چون فالوئر دارن، چون پیرو دارن. امام حسین ابن علی که نمیدونم تو بهش اعتقاد داری یا نه، ولی خب تخمم هم نیست بهش اعتقاد داشته باشی یا نه، چون انقدر آدم جنگی بوده که بعد از 1000 سال دارن بعضیا براش سینه میزنن، دارن بعضیا براش نظری میدن. پس آدم شاخی بوده، پس خیلی گنگش بالا بوده. تو الان بهت بگن ادیسون فلان چیزو گفته، بعد 1000 سال اصلا نمیشناسی ادیسونو، بعد 1000 سال نمیشناسی انیشتینو، ولی این آدم بعد 1000 سال بعضیا دارن براش سر میدن، بعضیا دارن براش قربونی میکنن. این آدم بر میداره میگه دنیا زندان مؤمنه. داداش ترک کردن سخته، دنیا زندان مؤمنه. فرض نکن ترک کنی تو وای چه اشغالی، وای من ترک کردم. نه کسخلی، تو ترک کنی یک آگاهی های عجیبی بهت میرسه که دیگه سختته برات زندگی. تو وقتی ترک کنی دیگه دوست نداری با رفیقای قبلیت را بری، یعنی نباید را بری. تو وقتی ترک کنی دیگه نمیتونی کارای کسشر قبلی تو انجام بدی. تو وقتی ترک کنی دیگه نمیتونی بی برنامه باشی. تو وقتی ترک کنی دیگه نمیتونی که دنبال کارات نری. زندگی برات یه کمی سخت میشه. چرا دروغ بگم؟ تو باید برنامه داشته باشی، تو باید تفریحات سالم داشته باشی، تو باید با آدمایی که نمیزنن را بری که خودش یک پرابلمه برا خودش. تو باید تلاش کنی برای خندیدن، تو باید تلاش کنی برای به دست آوردن. سخت میشه زندگی، ولی شیرین، ولی شیرین. ولی تو شیرینیش هم فقط به این خاطره که یه چیزی درونت بیدار میشه. خیلی رفقا شیرینه، امیدوارم همتون درکش کرده باشین، و یا اگه درکش نکردین درکش کنین. من تو این 6 ماه خیلی دارم درکش میکنم. یه چیزی حواسش هست به من، خیلی حس خوبیه. از این احساس بهتر تو دنیا نیست. تو آرومی، خاطرت جمعه، مطمئنی، خوشحالی، از درون احساس خوب داری. تو بدترین شرایط قلبت آروم میزنه، تو بدترین شرایط حالت خوبه، چون میدونی که یه چیزی همیشه حواسش به تو هست. چون میدونی که الان داری این سیگار رو میکشی، یه چیزی درونت میگه نکش سنا، این برای تو بده. چون یه چیزی درونت هست که میگه نکن سنا، این برای تو زشته. چون یه چیزی هست درون تو که میگه نخور سنا، این به تو ضرر میزنه. چون یه چیزی هست درون تو که میگه از این مسیر برو، این کارو بکن، این روش رو پیاده کن. چون تو جای خندیدن گریه میکنی بعد ترک. میبینی دارم مثل بنز گریه میکنم، و این گریه رو به 1000 خنده روچتی نمیدم. امیدوارم یادم نره این حرفی که الان زدم. حاجی ما خیلی پستیم، یعنی تو الان، من خودم رو میگم، این همه الان حالم خوبه، ولی وقتی یه جایی میرم میبینم دو نفر چتن، دوباره دلم میخواد من چقدر پستم. تو رو خدا حواست به من باشه که من خیلی بیورزم. من دوست دارم همیشه همین باشم، نه اینکه همیشه همینا، همیشه تو این مسیر باشم. رو به جلو، رو به پیشرفت، رو به موفقیت، که همه اینا میشه رو به تو. وقتی ترک میکنی باید فرمونو بدی دست اون رفیق. تو نمیتونی ترک کنی ولی همچنان با اون کله قبلیت راه بری. تو نمیتونی ترک کنی ولی همچنان کارهای گذشتت رو بکنی، چون اصلا اینا با هم دیگه در تضاده. تو وقتی ترک میکنی در واقع داری ناخودآگاه میگی بیا فرمون دست تو، پس فرمون رو بده بهش. بشین کنار، بشین رو صندلی کمک راننده، بذار اون رانندگی کنه. اونی که هیچ موقع نمیفهمی کیه، اونی که هرچی بیشتر سعی میکنم بفهمم کیه، بیشتر میفهمم که نمیفهمم کیه. مثل کوه، میدونی از دور بهش نگاه میکنی میبینی این که ارتفاعی نداره، وقتی میری پای کوه میبینی چقدر بلنده و هر چی بالاتر میری بیشتر میبینی که خیلی بلندتر این کوه. رفیق، تو اگه میخوای بزنی تو دل دریا باید یه قایق خوب داشته باشی، باید جلیقه نجات داشته باشی، وگرنه غرق میشی. چی بگم آخه من به تو؟ من کی باشم که به تو چیزی بخوام یاد بدم؟ من خودم باید یاد بگیرم، من خودم هنوز نفهمم، من خودم هنوز اسکلم، من خودم هنوز گاوم، من خودم هنوز از انسان بودن خیلی به دورم. انسان اونی بود که فرشته‌ها جلوش سجده کردن، انسان اونی بود که خدا گفتش باید به اینی که خلق کردم سجده کنین. انسان اینه، نه من. من هنوز خیلی کار داره به انسان بودنم، من هنوز خیلی راه دارم به این که انسان بشم، ولی بهت قول میدم اگه زندگی اعتیادوار تو ترک کنی در مسیر انسان شدن قدم برمیداری. بهت قول شرف میدم اگه با اون نسخیه کنار بیای، اگه با اون درد کنار بیای، اگه با اون وسوسه کنار بیای، با اون مخمخه کنار بیای، با خودت بجنگی، بگی من میخوام ترک کنم به خاطر خانوادم، به خاطر دوست دختر یا دوست پسرم یا زنم یا شوهرم، من میخوام ترک کنم به خاطر درسم، به خاطر خدا، به خاطر پیشرفتم، به خاطر تواناییام، به خاطر آیندم، به خاطر همه چیزای خوبی که منتظرمه، به خاطر پول، به خاطر همه چیزای خوبی که منتظرمه. من بهت قول میدم اگه ترک کنی و اون مسیر سخت ترک و به خاطر این جور چیزا ادامه بدی، بهت قول شرف میدم که تهش روشنه. گرچه هنوز خودم به تهش نرسیدم، ولی خب توی این تونل تاریک اون آخرش رو دارم میبینم که روشنه. توی این تونل تاریک دارم تهش رو میبینم که روشنه. توی این تونل تاریک میبینم یه دستی اون آخر وایستاده که دست منو بگیره. اصلا اعتیاد خیلی خوبه. اعتیاد انقدر دور و بر تو تاریک میکنه که تو دقیقاً میدونی روشنایی داره از کجا میاد. تو وقتی کل دور و برت روشنه شاید ندونی منبع اصلی نور کجاست، ولی وقتی دور و برت تاریکه 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 میدونی که منبع نور کجاست. منبع نور چیه؟ تو یک پرتو از نور رو تو تاریکی محض میتونی ببینی. با آرزوی زندگی بدور از وابستگی برای همتون. نمیدونم انگیزشی بود یا ان بود، نمیدونم. عاشقتونم رفقا، عاشقتونم. خیلی به من کمک میکنین شما. همین که بعضیاتون میان توی دایرکت اینستا و میگین میخوام ترک کنم، خیلی به من کمک میکنین با همین جمله. با این جمله تو به من داری میگی که بابا تهش ترک سنا، دوباره نری سمتش. همین که داری میایی به من میگی دکتر سنا من حالم به هم داره میخوره از زدن، داری به من نشون میدی که دکتر سنا اگه بزنی این میشی دوباره. عاشقتونم و خاک پای شما، سرمه چشمای من. تا یه پادکست دیگه، تا یه آرزوی دیگه، تا یک دور همیه دیگه. چیرز.